مقامات کمیسیون عالی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگویند که پول تقاضا شده از طریق سازمان ملل در بخش های صحت، حوادث طبیعی، نیازمندی های بجا شدگان داخلی و مهاجرین عودت کننده به مصرف میرسد. وایس احمد برمک، معاون این کمیسیون و وزیر احیا و انکشاف دهات، به روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که آنان تدابیر را نیز برای افرادی که در سال آینده در جریان جنگ صدمه می‌بینند روی دست دارند. سال پیشوی است، اگر میزان برخوردها و منازعات خدای نخواسته بلند میره، دیگه ما باید پیشبین باشیم که بتانیم به مردم خود برسیم. به این ترتیب این فراخوان امسال و تقاضایی که امسال صورت میگیره، این هم شامل اونمو کاتگوری مثلا افراد میشه و کسایی میشن که در جریان منازعات اینا اگر زخمی میشن یا اینا به کمک صحی ضرورت میداشته باشن. آقای برمک همچنان گفت در حال حاضر 3.4 میلیون افغان برای عرضه خدمات صحی و مواد غذایی ضرورت دارند و تخمین شده که در سال آینده میلادی 50,000 افغان به کشور عودت کنند. با گفته برمک، با توجه به شرایط امکان دارد بنابر جنگ ها و رویدادهای طبیعی برخی از مردم در داخل کشور بیجا شوند. از سوی دیگر، مقامات سازمان ملل 2014 را یک سال مهم و مملو از حوادث برای افغانستان خوانده و میگویند که در حال حاضر 5 میلیون افغان به کمک های بشری نیازمند هستند. مارک باودن، رئیس کمک های بشری سازمان ملل در افغانستان، میگوید که پول تقاضا شده بیشتر در حالات اضطراری به مصرف خواهد رسید. 5 میلیون تن در سال جاری به کمک های شدید نیاز دارند. البته در این میان افرادی که با فقر اقتصادی روبرو هستند شامل نمی باشند. متاسفانه جنگ همچنان انگیزه برای تداوم نیازمندی های انسانی در این کشور است. 630,000 افغان در حال حاضر به اثر جنگ ها بیجا شده اند. پیام امروز من این است که باید کمک های بشری در سطح بالا و بر اساس نیازمندی ها باقی بماند. آقای باودن همچنان گفت که افغانستان در حال حاضر برای رساندن کمک ها برای نیازمندان یک کشور پرخطر به حساب می رود و از مخالفان مصالحه دولت خواست تا کارکنان سازمان ملل و مؤسسات کمک کننده بشری را مورد هدف حملاتشان قرار ندهند. در این نشست، سفیر سویدن در کابل نیز از کمک 30 میلیون دلاری این کشور به همکاری انگلستان و نروژ به افغانستان خبر داد. سال گذشته حکومت افغانستان و سازمان ملل از جامعه جهانی و مؤسسات کمک کننده خواهان کمک 475 میلیون دلار به افغانستان شده بودند که به گفته مقام های افغان از این رقم نزدیک به 79% آن به حکومت افغانستان داده شد.